با سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان و بینندگان عزیز، من سعید سلطانپور برنامه دیگر رو از در عصر یک شنبه 27 اکتبر 2024 برابر با 6 آبان 1403 تقدیم میکنم. 36 ساعت از حمله و تجاوز اسرائیل به خاک ایران گذشت که به شهادت 5 تن، 4 تن از نیروهای پدافند ملی ایران و یکی هم از نگهبان یک کارخونه تولید قطعات صنعت نفت در شمس‌آباد تهران رو میگذره و همچنان آقای جاستین ترودو و وزیر جنگ طلبش ملینیا جولی و 4 تا نماینده بیغیرت ایرانی که فارسی صحبت میکنن، شامل علی احساسی لیبرال، مجید جوهری نماینده شهر ایرانی نشین ریچموند هیل، مایکل پارسا وزیر و نماینده شهر ایرانی نشین ریچموند هیل و خانم گلدی قمری از نمایندگان دست راستی صهیونیستی و نماینده از شهر کلدون نزدیک اتاوای استان اونتاریو سکوت کردن. این در حالی بودش که همه این هر سه تا بی غیرت دارت مدید جوهری نبود. اینا وقتی که ایران پاسخ داد به تجاوز اسرائیل، به ترور سفیرش و حمله به سفارتش و همچنین ترور در خاک ایران، همون موقع همشون محکوم کردن دیگه، ولی الان سکوت مطلق و خفقان مطلق. یعنی اینا رو برای میگیم که یاد حافظه تاریخی بمونه که اینها آدمی که نمیتونه در کنار حق وایسه و حقیقت رو بگه، چون کانادا قاعدتا یک همواره در گذشته سعی میکرده که یک سیاست در حقیقت صلح طلبانه داشته باشه، در حال سازمان ملل قوانینش رو احترام بذاره، ولی عملا در زمان جاستین ترودو و وزیر جنگ طلب بیل برر عملا از جنایات جنگی اسرائیل دفاع میکنن. درست انتقادی میکنن، نق میزنن، ولی در کل سری خلاصه همین قدری که هر کاری اسرائیل میکنه اینو تایید میکنن و همچنان جلوی صدور میلیاردها دلار در خیریه ها رو که به اسرائیل پرداخت میشه از طرف البته خیریه هایی که کانادایی هستن ولی دوگانه، یعنی اسرائیلی کانادایی هستن، ثبت اینجا شدن و در حال پول مالیات مردم کانادا است. این در حالی که شما 20 دلار برای ایران پول بفرستی حتما میان حالتو میگیرن، اگه لازم باشه دستگیرت هم میکنن. اینها باید برای تاریخ بمونه که ایرانی ها در حال با این شرایط سخت کسایی بودن که علیه این ناعدالتی اعتراض کردن. در حال همونجوری که طول کشید، 40 سال طول کشید تا برای بومیان کانادا معذرت خواهی کردن، سالها طول کشید برای اون جنایتی که در مدرسه بومیان شده بود دولت مردای کانادا معذرت خواهی کردن، علیه ستمی که بر کارگرای چینی که راهن کانادا رو ساختن معذرت خواهی کردن، برای اینکه یهودیان اون سالهای 1900 بعد از جنگ جهانی دوم راه نهیدن بعدن معذرت خواهی کردن، حتما برای این دوگانه برداشت، دوگانه تلقی کردن و شهروند دوم ایرانی، ایرانی ها رو به عنوان شهروند دوم کانادایی در عمل قرار دادن و اینکه جناح سیاسی عملا از این تبعیض حمایت کرد، حتما معذرت خواهی خواهند کرد و مجبورن که این کار رو بکنن. در حال چون آینده ایران که بیش از 2500 سال سرپا وایساده، باز هم خواهد ایستاد و حقانیتش رو ثابت خواهد کرد. در حال برگردیم به حمله متجاوزانه اسرائیل به خاک ایران در تاریخ 25 اکتبر. بر اساس این چیزی که هستش، ببینید، از
سه تا پایگاه هوایی بلند شدن و از طریق اردن و بعدش سوریه و عراق نزدیکی های مرز ایران از اونجا شلیک کردن به قول من، ولی وارد خاک ایران نشدن. علی‌رغم اینکه دولت اسرائیل داره تبلیغات دروغ میگه که آقا ما نمیدونم صد خورده هواپیما آوردیم، نمیدونم صنایع زیادی رو زدیم، بعدن گفتن یه جای سایت مرکز لانچ این موشک‌ها رو زدیم، در حالی که اونو زیر تو پارچی اونا زیر کوه و زیر بتون و پایگاه بتونی هن با مسلما چیزی که روش سقف شیرونی بوده باشه نیستش. و تو این چیزای ساتلایتی هم که منتشر کردن یک چیزی رو روی تصویرهای بعدی هست، یک چیزی رو روش گذاشتن که نشون میده که به نظر میاد که آه خیلی داغون شده، در حالی که به واقعیت این نیستش دیگه. نکته ای رو که باید بهش اشاره کرد اینه که اینها یه پدافند هوایی رو در پایگاه اشرف سابق، اونجوری که یکی از تحلیلگرای ایرانی در مصاحبه میگفت، اونجا رو زدن، اونجا پایگاه هشت شبی الان به جای مجاهدین در پایگاه اشرف سابق حضور دارن و اونجا سیستم راداری دارن که خب نزدیک مرز ایلام هستش و اونجا توی کفری و استان خالص سراغ اونجا اونا رو زدن، بعدش تونستن از اونجا رد شن و بیان نزدیک که بتونن از اونجا شلیک بکنن. چند ماه پیش یه دونه ویدیوی از یه دونه چیز صوتی از نتانیاهو اومدش بیرون و اون گفته بودش که به اصطلاح باستی حمله بکنیم ولی بیشتر سر و صدا دوش بشه دیگه. ببین اسرائیلی ها خدای تبلیغاتن، یادتون باشه هالیوود دست اسرائیلی هاست، یعنی خدای فیلمن، فیلم و تبلیغات، بنابراین استادن توی مظلوم نمایی، تو تبلیغات، تو انحراف دروغین و استادن، یعنی اصلا واقعا سال هاست که این کارها رو دارن میکنن، اصلا مخشویی هایی که هالیوود میکنه و این فیلم هایی که میسازه در حال نشون میده که چقدر استاد هستن. اینها در حال نتونستن چیز کنن، نتونستن به اون اهدافی که تو سه مرحله عملیاتشون کردن دستیابی بکنن. اینا میخواستن رادارها رو از کار بندازن. البته الان بی بی سی دونه این خبرنگار یه طرفش گفته بود که آره این سامانه S-300 رو زدند و در حال دیگه آسمان ایران بی دفاع شده. اینا نتونستن پدافند ایران رو از کار بندازن، اگه میتونستن از کار بندازن خیلی از کالاها رو تونسته بودن انجام بدن. این رو به خاطر میگم که خود گالانت امروز، ببینید چند تا چیز این از صفحه آقای عبدی که در رابطه فعالیت میکنند از تلگرامشون برداشتم. اسرائیل توده میگه که پاسخ اسرائیل مانند حمله ایران چشمگیر نبود و ناامید شدیم. تالی گوتلیو عضو کنست و همحزبی لیکود نتانیاهو این نوع حمله به ایران مایه تاسف است. لیبرمن دشمن سرسخت ایران و کسی که خیلی اصرار داشت مثلا هم موقع همیشه میگه باید ایران رو زد. اسرائیل به جای وصول بهای واقعی باید دیگر به نمایش بسنده و به جای تصمیم روشن و قاطع اقدام به خرید سکوت کرده است. شبکه 13 رژیم اسرائیل این حمله ناامید کننده بود. ببینید این تیزایی که خودشون اعلام کردن دیگه، این بنابراین نمیتونن بگن که آقا اگر خوب بود دیگه حداقل جناح همه جناحشون میمدن میگفتن دیگه که خیلی خوبه دیگه. امروز یه دونه مراسم قربانیان یهودی رو برگزار کردن و در دولتی و تمام مقامات شرکت داشتن. نتانیاهو که سخنرانی میکرد یکی از خانواده های
اسرا در غزه بلند شد بهش گفت خجالت بکش، چقدر حرفای دروغ حرف میزنی، این حرفای چقدر داری دروغ میگی. و در حالت نتانیاهو چیزی نگفت، ولی قیافش رو که نگاه بکنید میفهمین که آقا این چهره خسته و به شدت در هم شکسته است. نتانیاهو خودش هم میدونه، همش داره برای قدرت، همشون هم دارن میگن برای قدرت خودش داره میجنگه، نه برای یهودیا داره میجنگه، نه برای اسرائیل داره میجنگه، چون این کارایی که میکنه هیچ کدومشون به امنیت و ثبات اسرائیل منجر نشده و نخواهد شد. کلتین تاریخ نه تنها تاریخ، خیلی هم به زودی ثابت خواهد کرد دیگه. این قیافه، ببین قیافه آدم پیروز نیست. مشبخات یکبوت ببینید زخر کوبخن خلالای پورت ایمان، حالا شما هرچی میخواییم بگین بگین، یعنی با آرایش و با همه تبلیغات و اینا اینجوری نیستش دیگه. اینم تظاهر کننده این که بیرون این مراسم خانواده اسرا هستن که در این مراسم شرکت داشتن دیگه. shame on you بی بی. رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم اسرائیل میگه که، جنرال هالوی میگه که ما چیزهای خیلی سختی به ایران زدیم. خب برادر من، اینا همین حرفا رو در مورد حزب الله میزنن، در مورد حماس هم میزنن، خیلی از این حرفا زیاد میزنن دیگه. فقط تو این هفته گذشته اینا فقط در حدود 27 نفر اینو کشته دادن، از اون 17 نفر که دوتاشون سرگرد بودن کشته دادن توی جنوب و توی از لبنان، و حالا به اضافه که 10 نفرشون هم زخمی شدن و توی غزه و به بنبست هم خوردن دیگه. یعنی قرار بودش که اگر میخواستن ادامه دار بکنن خیلی از مسائلشون حل میشد دیگه. همین امروز هم دوباره 50 موشک به سمتشون شلیک شده و اینی خب اگر پاسخشون جدی بوده، خود اورشلیم پست می نویسه که اسرائیلیا توقع دارن که ایرانی ها جواب چیزا رو بدن، جواب تجاوز رو بدن. ببین اینجا نقش ایران خیلی مهمه که ایرانی ها چه تصمیمی دارن، چه کسی توی کمک کنن بره کاخ سفید. چون کامیلا هریس اومد گفت ما در کنار اسرائیل وامیسیم و به ایران هشدار میدیم که نزنه و جواب نده، موضعی که چیزا گرفتن، انگلیس و آلمان هم همین رو گفتن. ولی این خیلی مهمه که اگر ایرانی‌ها تو این چند روز پاسخ بدن قبل از انتخابات، مسلما بایدن اینا بازی رو خواهند باخت، چون ترامپ اینا به اینها خواهند گفت که آقا ببین اینا قدرت ندارن که جلوی حمله به اسرائیل رو بگیرن. به هر حال این یک مسئله بسیار مهم. خب از اون بر آقای خامنه ای امروز اومدش صحبت کرد و گفتش که این حمله نه خیلی بزرگ بود، نه باید خیلی هم به اصطلاح دست کمش بگیرن، یعنی یه سری کسا تقریبا همون که آقا این چیزی نبودش و اتفاقی نیفتاده، گفت این اشتباه محاسباتی اسرائیل بود و جوانان ایرانی بایستی این رو خیلی خوب بهشون نشون بدن که کجای کار رو اینا، اسرائیلی بهشون نشون بدن که قدرت ایرانی ها چیه. نکته ای که بسیار مهمه اینه که، و البته از جان گفتش که من این تصمیم رو به اختیار مقامات میذارم که اونها تصمیم بگیرن که چه کاری باید بکنن. خدمت شما عرض کنم که آقای پزشکیان گفتش که ما خانه جنگ نیستیم ولی حتما پاسخ مناسب خواهیم داد. عراقچی هم وزیر خارجه همین رو گفت، سخنگوشون هم همین رو گفته بود. در حال پس تا اینجای قضیه میشه که ایرانی ها به اضافه این که خب الان یه دونه غیر نظامی هم ایران کشته داده و به خاک ایران دیگه رسما حمله کرده، بله، بنابراین این چند روز آینده خب مشخصه ایرانی نشون داده که صبر استراتژیک دارن. روز دوشنبه هم قراره که
شکایت ایران در سازمان ملل مطرح شه، ولی نوازیه توقع داشتش که در حال از سازمان ملل چیز مهمی در بیاد. ولی یادتون باشه سازمان ملل یک ابزاری که وجود داره، باید از استفاده کرد، از تمام ابزارهای عمومی، نهادهای عمومی بایستی استفاده کرد در حال به بهترین وجه. ببینید، من دیدم یک سری از جریانات هستن که به شدت ضد روسیه هستن. روسیه تو این مورد موضع نگیره، فقط خواستار این شد که تنش دو طرف کم کنه، محکوم نکرد. چینی ها خیلی ملایم رد شدن. ببینید، یک چیزی رو من مناظره آقای ناظمی با آقای خراسانی رو در کانال آزاد میدم، این مناظره واقعا در صدا سیما باید انجام بشه دیگه. این حس تحقیر و حس که یک به نوعی عقده شده در روشنفکری ایرانی، طبقه الیت ایرانی که به ناحق سرکوب شدن و بهشون صداشون شنیده نشده، خب بدونه که بخوان واقعا واقع‌گرایانه باشن، بیشتر واکنشی عمل میکنن. یا بحثش البته جای دیگه است، ولی ببینید، این روسیه همسایه بزرگ ماست، همسایه شمالی ماست. قبلش که خوب شوروی بوده، که همه اونا جز اون شوروی بوده، بنابراین یک همسایه بزرگ تری داشتیم. الان کوچیک‌تر شدن، جدا شدن، ولی همچنان روسیه یک امپراتوری قدرتمند با سابقه تاریخی و سالهای زیاد درگیری باشه و قدرت اتمی. ببین، تو کانادا ما یه مسئله داریم، میگیم که وقتی شما در همسایگی آمریکا هستی، مکزیکی هم احتمالاً خیلی ضعیف‌تر از من دیگه، اونا که دیگه در همسایگی آمریکا هستی، مثل این میمونه که توی یک اتاقی با یه فیل خوابیده باشی. بنابراین باید خیلی حواست باشه، فیل که غلط میزنه نمیخواد خودش، ولی غلط که میزنه آقا له میشه دیگه، یعنی باید خیلی حواست باشه. خب کانادا و آمریکا هم خیلی جنگ‌های زیادی داشتن، ولی سال‌هاست که الان متحد هستن، مثلا بعد از جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول که قبا سربازا اون بازی انگلیسی ها برای منافع انگلیس کشته می شدن، و در حال الان هم بیشتر منافع ناتو و آمریکایی ها رو دنبال میکنه. ولی در هر حال نمیشه ازشون به هر حال زیاد به پرپاشون پیشید، چون بسیار 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 قدرتمند هست. میگم حتی آسمان هوایی کانادا رو اونها حفاظت میکنن دیگه، بنابراین دیگه توقع داشته باشید که با کانادا با 4 تا ناو درب داغون قرازش بتونه با من 20 تا تا زدن از F-35 هم نداره، با مثلا 50 تا هواپیما بتونه از این سرزمین بزرگ دفاع بکنه. ولی در حال اینه، برای من روسیه همسایه بزرگ ایرانه، باستی حواسش داشت، همونجوری که کمتر باستی جمهوری باکو هم که یک همسایه کوچیکیه و حداقل ایران سالها جزو خاک ایران بوده، تالشی ها توش هستن، هنوز تو بخشش فارسی صحبت میکنن. بلته الان هم متاسفانه جمهوری باکو تبدیل شده به یک پایگاه اسرائیلی علیه ایرانی ها، ولی بایستی در حال بایستی اینها رو با درایت و با مسئله با تنش کمتر حلش کرد، همون جوری که با طالبان همین جوری هستش دیگه. یعنی واقعا بایستی ببین، مثلا چون نمیشه که سرزمین ها رو که زوری گرفتشون، میشه شکستشون داد، ولی نمیشه نگرشون داشت. یعنی در حال مقصد الان هم که اصلا جنگ دیگه جنگ شمشیری نیستش که دیگه، خیلی چیزا عوض شده. یا همچنین چین هم خب از ایران خیلی دوره، ولی در حال چین که دشمن ایران نیست، ولی یک نکته رو که اصلاح طلب ها بخش عمده شون نادیده میگیرن و در رسانه هاشون به دروغ منتشر میکنن اینه که این دوتا رو دشمن تلفظ میکنن. ببینید، روسیه و چین دشمن ایران نیستن، میتونن دوست ایران نباشن، مثل خانواده شما خیلی کسا با همسایاتون دوست نیستین ولی دشمن هم نیستین. اگه دشمن باشی آقا جان واقعا زندگی براتون نمیشه. یعنی همش باید حواست باشه که آقا نمیدونم ماشینتو خط اندازه پنچر نکنه، نمیدونم آقا برای یه بلایی سرت نیاره، نمیدونم آشغال رو سرت نزنه، و و و و خانواده هم همینه دیگه. بر اساس حسن همجواری و احترام باید باشه، به شرطی باید زورگویی نکنن دیگه. ولی آمریکا که حداقل آقا تو این سالهای اخیر حالا اینکه اصلا اشتباه کردن، سفارت اشغال شد و اون همه طول کشید، سفارت آمریکا، و ایران بایستی یه روزی هم حتما هم این کارو کرد، باید معذرت خواهی بکنه بخاطر اشتباهی که شد و اینقدر طول کشید و نبایستی
حداقل چون خاک سرزمین دیگه ای بود دیگه، چون بعدها مشخص شد که جاسوسی خیلی از ایرانی متجری دارن برای آمریکا جاسوسی میکنن، یا اصلا قصه فرق کنه، نمیخوام وارد اون بحثی هم فعلا. بنابراین خیلی مهمه که ما بدونیم که کجای کار وایسادیم. اینا دیگه بعد از برجام خودشون اومدن بیرون، تحریم های ناجوان مردانه که واقعا ایرانی ها رو اذیت کرده، ایرانی ها رو فقیرتر کرده، عدم مدیریت بخش دیگه هستی. اینا رو بنابراین آمریکا دشمنیش که دیگه علنیه دیگه. تو این جریان هم همین ناتینیاهو دیروز گفتش که آقا تشکر کرد من از آمریکا و نیروهای نظامی کشور دیگه که به ما کمک کردن در جریان تجاوز به ایران تشکر میکنم. خب با ایران گفتن ما کمک اطلاعاتی کردیم، خب کابیلا هریس هم که حمایت کرد. بنابراین آقا اینا که دشمنشون دیگه آشکاره دیگه، دشمنیشون که آقا میان و ایرانی ها رو میکشن، دانشمندای ایرانی رو میکشن، آقا تحریم میکنن، انسان ها رو میکشن و روح انسانی رو میکشن. آقا روسا که دیگه این کار رو نکردن، که چینی ها که دیگه این کار رو نکردن، که بزرگ عوارانی. بنابراین بایستی برای جنگی، به جنگ هم برای که مبارزه کنیم، برای که پیروز بشیم، بایستی کمربندها رو سفتر بست، اقتصاد قوی تری داشته باشیم. من بعید میدونم با این تیم آقای همتی و دکتر فرزین و اینا که هم ادامه سیاست های بانک جهانی و اقتصاد آزاد دانشگاه امام جعفری هست به نوعی با این سیستم سرمایه دار آزاد بشه کاری کرد. خیلی دلار اگه خیلی گرون نشه بایستی واقعا شانس آوردیم. در حال بایستی ارزها رو واقعا به غیر از کالاهای ضروری، به غیر از تسلیحات لازم برای دفاع از کشور و بیمارانی که لازمه برن خارج از کشور، دانشجوهایی که واقعا لازم هستش اگر قرار تحصیل برن چون خیلی مهمه، بایستی قطع شه. چه زیارتی باشه چه سیاحتی باشه مثل ترکیه و بقیه جا، یعنی واقعا ارزو بایستی حساب شده عمل کرد. حداقل یک سالی بایستی تمام عیار بایستی سفت و سخت بود و وزارتخونه از ولخرجی و لوکس ساختمون سازی های لوکس دست بردارن، از ماشین لوکس دست بردارن، از واردات لوکس به ایران جلوگیری بشه. فقط کالاهایی که ضروریه مال تولیدات کارخونه هاست که بشه کارگرها کار بکنن، یا کود شیمیایی، لوازمی که برای مرغداری ها و این چیزا هست، پس چیزایی که برای خود ایران، برای مردم ایران و برای کارش لازمه، این کار بایستی انجام شه. در مورد دیگه برای که بزنیم تو دهن امارات متحده و شورای همکاری خلیج فارس، آقا به جای این که هم پش پیشنهاد که آقای رشید پور داده، آقا جان اجازه بدید که چیز ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچیک، حداقل ابو موسا که امکان سکناش بیشتره، یک محل گردشگری بشه با کمک پولهای خود ایرانی ها که حتما هستن. ولی ببینید من دارم به شما میگم، عقابات که احتمالا نمیدونن، میدونن یا نمیدونن یا گوش میدن یا نمیشن، که صدای ما که به اونها نمیرسه، ولی ببینید نکته که خیلی مهمه اینه که جمع کران مال مذهبی ها باشه. ابو موسی رو هم بذارید برای ایرانی هایی که مسلمون هم توشون اطمان هست ولی به اون شدت یا مذهبی هستن، حتی مذهبی هستن ولی میخوان آقا کنسرت هم برن دیگه. چرا باید 15000 نفر پول ایرانو بردارن، پول که دو داخل ایران خرچه برن توی ترکیه از کنسرت ماین گوش بدن؟ واقعا مگه ماین مثلا توی ابو موسا بخونه، اگه تشت تجهیزات باشه، گردشگری باشه، چه اتفاقی میفته؟ ببینید سرنوشت اسرائیل رو ببینید، سرنوشت ناتانیاهو رو ببینید، ببینید دارن تیر به پای خودشون میزنن به خاطر اینکه افراطیونشون رو ول کردن، به خاطر اینکه به افراطیونشون باج دادن، به خاطر اینکه به اسموتریچ و به بنگوئر، به خاطر اینکه دولت ناتانیاهو رو حمایت بکنن، به اینا هر بهایی رو دادن، به این حریدی ها یا عالمه پول دادن، حتی نه تا بچه میتونن بیارن و دولت پولشون رو میده اینا برای که بتونن اینا رو نگهدارن. ولی اینها که الان عملا بخش مهم سکولار حتی اسرائیل رو هم ناراضی کردن، به خاطر همین الان جنگ ادامه پیدا کرده، به خاطر همین امنیتشون اتفاقا کمتر شده. یعنی افراطیون در طول تاریخ همیشه باعث آسیب زدن به اون کشورها شدن. فداکاری فرق میکنه، فداکاری و غیرت فرق میکنه با افراطیگری. فداکاری و غیرت بایستی تو چارچوب یک
منطق و عقلانیت ملی باشه، وگرنه جواب نداره. در حال با این جریانات خیلی سخته که بشه کاری کرد. و بهترین وقتی هم که میشه شروع شد آقا جان از طریق صدا سیماست که اجازه بده که دیگر اندیشان هم بیان صحبت بکنن. نگاه آقا این هم از آقا حرف هم به خدا باد حواس دیگه. آقا جان با حرف کسی تو این شرایط ها که چیز نمیشه دیگه کسی، ولی حرف اگر شنیده بشه التیام پیدا میکنه. آقا تو کانادا فکر میکنی مثلا تو کانادا یا تو آمریکا فکر میکنی مثلا به حرفای مردم واقعا گوش میدن؟ آقا اینجا شما برو اعتراض بگو، برو در مجلس وایسا، صبح تا شب 6 ماه وایسا. اگر نتونی مردمو بیاری دنبالت، هیچ کسی اصلا هیچ کس بهت نمیگه خرد به چم من. بعدش میگن خسته میشه خودش میره دیگه. فوقش هم که دو تا سیاست نماینده میان بعد صحبت میکنن. خیلی مثلا خیلی آدمای خوبی باشن یه بارم تو مجلس دو دقیقه میگه آقا مثلا یه همچین جریانی هست. یعنی اگه رسانه‌ها به رسانه‌ها نکشه نتونه جنبش موج ایجاد بکنه، اصلا صداشون به جایی نمیرسه. به همین راحتی. بنابراین با سانسور کردن اینا نه تنها اتفاقی نمیفته که کشور آسیب پذیرتر هم میشه دیگه. دیگه خودتون تجربه دارید میدونید دیگه اینجوری نیستش دیگه. این هم آخرین خبر رو بریم سراغ این که مثل همه جای دیگه در گرجستان که انتخابات شد، تیم حزب حاکم که طرفدار طرفدار نزدیک شدن به اتحاد با روسیه است پیروز شده، ولی حزب اپوزیسیون درگیری ها رو شروع کرده، گفت اینا تقلب کردن. آشناست دیگه این سناریو، خیلی آشناست. و در هر حال اومدن بیرون و میگن نه قبول نیستش دیگه. ببینید حالا وقتی شما نقشه رو که نگاه بکنید میبینید ایران برای ما قفقاز خیلی مهمه. قفقاز شامل جمهوری باکوه، گفتم بخشش قبل مال ایران بوده، فارسی صحبت کنن، ارمنستان و گرجستان. گرجستان که به دریای سیاه راه داره، از اونم به ترکیه است. یعنی یک راه کریدور از طریق کریدور زنگزور میتونه به دریای سیاه راه داشته باشه، به اروپا راه داشته باشه. برای من خیلی مهمه دیگه. خب جمهوری باکوری که اسرائیل گرفتن، این یکیش هم میخوان آمریکایی ها بگیرن. ارمنستان هم که داره باشنیان آدم قابل اعتمادی نیست، داره به سمت فرانسوی ها میچرخه، علیه روسا داره میشه. روسا هم برای اینکه اون رو دور بزنن دارن به جمهوری باکو نزدیک میشن. بنابراین مسئله خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده است. ولی اگر مشارکت عمومی در ایران باشه، اگر اجازه بدن صدای مختلف شنیده بشه، هیچ قرار نیست حتما واقعا بشون، خیلی خوبه بشون حرفاشون شنیده شه و عمل بشه، ولی حتی شنیده هم نمیشه. تا قبلا اگه شنیده هم نمیشد تا سرکوب هم میشد دیگه. ولی در حال این خودش خیلی باعث میشه که این انرژی ها آزاد بشه، خیلی از تضادهای دولت کمتر شه، مشکلات حاکمیت کمتر شه، بعدن بشه بیشتر به منافع و حقوق ایران پرداخت و در حال که مسلماً به رفاه و توسعه ایران هم کمک میکنه دیگه. در حال ایران یک نقش تاریخی داره و این نقش تاریخی کوریدوری که داره هیچ کسی نمیتونه منکرش بشه دیگه. و این خیلی مهمه که این مرحله رو، این بحران رو هم به خوبی پشت سر بگذاریم تا اینکه اسرائیلی ها بپذیرند که ایران هژمونی برتری داره و اینه که نبایستی از سیاست های خصمانشون علیه ایران و در حال همسایه دست بردارن دیگه. این خیلی مهمه. بعضی از کشورهای عربی این دوزاریشون افتاده و این مطلب افتاده. ایران بایستی با سیاست که خارجیشو همراه با تعادل در سیاست داخلیش و اونم رسیدن به مردمه انجام بده دیگه. اونم با یه روز دو روز گفتم نمیشه، یک سیاست کلیه و اینی که مهار کردن افراطیون از دو طرف جناح هستش دیگه. لطفاً نظریات، پیشنهادات، انتقاداتتون رو بر ما بنویسید. تشکر میکنم از اینکه با ما بودید، وقت بذارید و برنامه ما رو گوش میدید. امیدواریم که روزهای بهتر و خبرهای بهتری از ایران و منطقه داشته باشیم. تا برنامه